بهترین کار آن است که از انجام آن لذت می بریم. شغل را بپذیر که عاشق آن باشی. جان ماکسول متولد 1974 نویسنده و سخنران آمریکایی است که تا کنون بیش از 50 کتاب عمدتاً در زمینه رهبری نوشته است. ماکسول در سطح بین المللی به عنوان متخصص رهبری شناخته می شود و سخنرانی های بسیار در این زمینه در سراسر دنیا دارد. در این بخش می پردازیم به سخنان و جملات ارزشمند وی. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. هر پله روی پله قبلی بنا می شود و اگر پله قبلی را از زیر آن بکشند فرو می ریزد. برای ثمر بخش کردن رهبری، رهبر باید دیگر همکاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد. هر کس بنابه خود رهبر است، زیرا دست کم بر یک نفر نفوذ دارد. هر کس نمیتواند رهبر بزرگ شود، اما میتواند در رهبری بهتر شود. پروردگارا زندگانی مرا در خدمت به خلق قرار بده تا آنها را درک کنم. اگر می خواهید در همه شئون زندگانی موفق شوید، یکی از نخستین وظیفه ها مبارزه با هر نوع گرایش به بهانه تراشی است. اگر به جای توجه به نتیجه و دستاورد کار برای سختی ها و مشکلات آن ماتم بگیرید، کم کم ناامید و دل سرد می شوید. اگر استعداد دارید اما تلاش و تحرک شما به جایی نمی رسد، احتمالاً بر خود مسلط نیستید. ما چیزهایی را آموزش می دهیم که می دانیم. ما مانند خودمان را بازسازی می کنیم. گندم از گندم بروید، جو از جو. زیاد کار کردن هنر نیست، هوشمندانه کار کردن هنر است. اگر تا این دم از جملات خوشتان آمد و نظر در مورد این جملات دارید، حتما در کامنت برای ما بنویسید. کارایی اساس بقا است، اما لازمه موفقیت ثمر بخش بودن است. وقت انسان اعتبار خود را هزینه می کند، نمی تواند رهبر بماند. رهبر به هر اندازه هم سابقه رهبری داشته باشد، نمی تواند نسبت بر رای و نظر همکاران بی توجه بماند. رهبران را با مسائل که درگیر می شوند بسنجید. هر کس لباسش را به اندازه خود می دوزد. مردم زمان به دانایی شما اهمیت می دهد که بدانند به آنها اهمیت می دهید. رهبران می توانند از هر چیز دست بکشند جز از مسئولیت نهایی خیش. اگر نیازمند مردم باشید، امکان رهبری آنها را از دست می دهید. کسی که کار خود را تنها زمان انجام می دهد که سرحال باشد یا انجام آن راحت باشد، توفیق پیدا نخواهد کرد. برای دستیابی به سبک زندگی منضبط، نخستین گام این است که عادت بهانه تراشی خود را ترک کنید. رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می دانند که کدام نیمه را باور کنند. رمز کامیابی در این است که بر توانایی های خود تکیه کنید و آنها را بپرورانید. خیر و شر شما در دست خود شماست. تنها راه برنده شدن با پول این است که در بند آن نباشید و با بزرگواری و گشاده دستی با پول خود کارهای با ارزش انجام دهید. راه حفظ بزرگمنشی تنها این است که خود را به بذل و بخشش عادت دهید. از وقت، پول، توجه و منابع خود به دیگران ببخشید. بیخیالی در صدر چیزهایی است که رهبران باید از آن بترسند. امروز باید گام شجاعانه بردارید تا فردا به اوج توانایی خود برسید. رهبر خوب پیروان خود را تشویق می کند تا چیزی را به او بگویند که نیاز به داشتن آن دارند، نه چیزی را که خوشایند اوست.
رهبران پیش از آن که دست مردم را بفشارند، قلب آنها را تسخیر می کنند. رهبری که با شور و شوق به میدان آید، معمولاً با شور و شوق روبرو می شود. اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد، امروز کار مهم انجام نداده اید. هیچ کس نمی تواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن. اگر نقاط ضعف یکدیگر را براخ هم نکشیم، زندگی زناشویی بهتر می شود. بحران لزوماً شخصیت انسان را نمی سازد، اما شک نیست که آن را آشکار سازد. هر بار که راهی را انتخاب می کنیم، گام در راه ایجاد شخصیت خود بر می داریم. هیچ کس رهبری کسی را که خود را از دیگران بهتر می داند نمی پذیرد. اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهد کرد. اگر هر لحظه حال و هوای دیگر دارید، رفتارتان برای مردم غیر قابل پیش بینی می شود. مردم به کسی که در صدد انجام کار در حد عالی باشد احترام می گذارند، اما از توقعات و انتظارات غیر واقع بینانه بیزارند. مردم از کسی که به همه چیز و همه کس بدگمان باشد دوری می جویند. آموزشگران مطلبهای ساده را می گیرند و پیچیده می کنند. ارتباطگران مطلبهای پیچیده را می گیرند و ساده می کنند. رشدتان میگوید چه کسی هستید. اگر تا این دم با ما بودید و از جملات خوشتان آمد، حتما کانال ما را سابسکرایب کرده و به خاطر مستفید شدن از ویدیوهای جدید ما نیز زنگوله را فشار دهید. میپردازیم به ادامه جملات. کسی که پا را از مرز زندگی عادی فراتر مینهد، آرزوی بزرگ در دل دارد. هیچ انسان کامل نیست، اما آدم‌هایی که خیال می‌کنند کامل هستند هرگز به درد کار تیمی نمی‌خورند. جان ماکسول می‌گوید همسرتان را با این چهار کار عاشق خود سازید. به وی توجه کرده و از وی حمایت کنید. هر روز کار کنید که از داشتن شما خرسند باشد. همراه در تنهایی و ناراحتی‌های وی شوید و در مقابل همه از وی طرفداری کنید و در زمانی که با هم دیگر باشید دست به اصلاح اشتباهات یکدیگر بزنید. خب، از آنجایی که سخنان ماکسول تا همینجا بود، برایتان پیشنهاد میدهم سخنان و جملات ارزشمند توماس کارلایل که قبلا در مورد وی ویدیو ساختیم را حتما از کانال ما تماشا کنید و آن ویدیوی زیبا را از دست ندهید. تا ویدیوی بعد، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.